وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه موارد نقض حقوق زندانیان سیاسی همچنان مورد اعتراض گروه‌های مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از ایران قرار داره. امروز همکارم کوروش صحتی به بررسی این موضوع و وضعیت حقوق بشر در ایران در نخستین روزهای سال 1388 میپردازه. کوروش خیلی خوش آمدی به برنامه شب‌آهنگ. سال نو رو به تبریک میگم این تو و این هم 5 دقیقه فرصت داری که راجع به حقوق بشر در ایران صحبت کنیم. سلام، بله من هم سال نو رو تبریک میگم. این اولین برنامه ما هست در سال جدید و امیدواریم که در این برنامه‌هایی که در سال جاری خواهیم داشت اخبار حقوق بشر و موارد نقض حقوق بشر کمتر باشه و برنامه خلوت‌تر رو داشته باشیم. منتها دقایقی در واقع پس از برنامه هفته گذشته ما بود که در واقع خبر رسید که آقای امیدرضا میرسیافی وبلاگ نویس در زندان اوین جان خودش رو از دست داد و همینطور دو هفته پیش هم آقای امیر ساران. و خب سال نو برای فعالین حقوق بشر با در واقع خوب آغاز نشد و خب دیدیم که در مراسمی که خانواده های برخی از دانشجویان زندانی در مقابل زندان اوین داشتن با هجوم نیروهای پلیس امنیت تهران مواجه شدن و 10 نفر از اونها بازداشت شدن که در واقع البته اونها آزاد شدن، اما حجم برخورد و ضرب و شتمی که در بازداشتگاه صورت گرفت و همینطور خانواده های برخی از این دانشجویان مثل مادر آقای نریمان مصطفوی و پدر آقای میلاد اسدی هم جز بازداشت شدگان بودن و این اخبار در ابتدای سال بود. منتها سازمان های مدافع حقوق بشر بین المللی و داخلی هم در واقع عکس العمل زیادی نشون دادن به این قضایا در ایران، به ویژه در مورد آقای میرسیافی که وبلاگ نویس جوانی بود که در زندان اوین جان خودش رو از دست داد. عفو بین الملل، کمیته های فدراسیون جهانی مدافعین حقوق بشر و گروه های مختلف داخلی اظهار نظر کردن و اعلامیه صادر کردن. در مورد یک دانشجوی دیگه ما امسال به سفره هفت‌سین در مقابل اوین اشاره کردیم، اما در مورد خانواده آقای محمد پور عبدالله که از دانشجویان چپ بود در دانشگاه تهران و حدود یک ماه هست در زندان به سر میبره، ایشون رو منتقل کردن به زندان قزلحصار که در واقع مختص زندانیان مواد مخدر و جرایم اینچنین هست و جای تعجب داره که یک زندانی سیاسی دانشجویی که سال آخر شیمی هست در دانشگاه تهران رو به این زندان منتقل کردن و خانوادهش رفتن در مقابل زندان قزلحصار و سفره هفت‌سین رو پهن کردن که صحنه‌ای رو عکسایی که مشاهده کردید در ارتباط با این قضیه بود و همچنان هم برخی دیگر از دانشجویان چپ‌گرا به ویژه و همینطور 10 نفر از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک در واقع سال نو رو در پشت میله‌های زندان آغاز کردن. خب به سفره‌های هفت‌سین اشاره کردی در مقابل زندان اوین، یه سفره هفت‌سین دیگه هم در پاسارگاد چیده شده بود، راجع به اون هم اگر توضیحاتی به من بدی و بینندگان خوشحال میشم. بله البته خب سفره‌های هفت‌سین رو اشاره کردیم، بیشترش با غم و اندوه همراه بود و خانواده زندانیان در مقابل زندان‌ها، اما شاید این سفره هفت‌سینی که در پاسارگاد و در مقبره کوروش بزرگ در واقع پهن شد رو شاید بتونیم یکی از مهمترین سفره‌های هفت‌سینی که امسال پهن شده نامگذاری کنیم، چرا که جوانای ایرانی از نقاط مختلف کشور حاضر شدن در پاسارگاد و پرتاب گل داشتن به سمت آرامگاه بنیانگذار ایران و با وجود اینکه امکانات رفاهی در اینجا اصلا وجود نداره و حتی لوازم در واقع وسایل نقلیه عمومی هم وجود نداره برای انتقال کسایی که میخوان به پاسارگاد برن، اما با هزار دردسر از جاهای مختلف جوانا اومدن. البته این چندمین سالی هست که این مراسم در پاسارگاد برگزار میشه و نشان دهنده توجه ویژه‌ای هست که نسل جوان کنونی به در واقع گذشته و تاریخ خودش را نشون میده و حضوری که در این مراسم بود. البته نیروهای امنیتی هم در مراسمایی که قبل از این برگزار شده بود بعضا برخورد کرده بودند با فعالین در واقع مدافعین حفظ میراث فرهنگی کشور. در مورد سد سیوند چندی پیش بود که دی در آرامگاه در واقع کوروش گرده هم اومده بودن که یکی از دانشجو در اونجا بازداشت شد و وسایلای اونها رو در واقع ضبط کردن، اما باز هم میبینیم که جوانها حضور پیدا کردن و سال نو رو در اونجا شروع کردن. خب مرسی کوروش بابت گزارش‌های این هفته تا چهارشنبه هفته آینده و گزارش‌های دیگری از تو.